أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستان عزیز، امروز وقتی ما مجلس میگیریم به خاطر ظهور مهدی منتظر، اصلا در طول تاریخ حوادث زیاد بوده و مردم در عصر منتظر بودن به آمدن کسانی که اونا را از بدبختی ها نجات بدن. قبل از ظهور موسی علیه السلام هم منتظر بودن که شخص به نام موسی پیامبر میاد. بعد از او منتظر عیسی علیه السلام بودن و بالاخره مردم منتظر بودن به آمدن آخرین پیامبران، حضرت رسول گرامی اسلام محمد صلی الله علیه و سلم. و بالاخره امروز ما منتظر هستیم که شخص با نام مهدی منتظر ظهور بکنن و جامعه ما را از این بدبختی هایی که مبدل شده جامعه انسانی امروز به جامعه حیوانی، مثل که در عصر جاهلیت مردم گله داشتن، شکایت داشتن از بدبختی ها و دخترها را زنده به گور می کردن، یک نفر چندین ازدواج می کرد و به می شکل ازدواج های بسیار شرم‌آور و حقوق زن، حقوق مرد، حقوق انسان هیچ حقی نبود، فقط قانون جنگل. که امروز هم جامعه بشری به مو اصل جاهلیت قبل از اسلام برگشتم، منتها چیزی که تفاوت پیدا کرده و فرقی که امروز جاهلیت امروز با جاهلیت دیروز داره فقط در وسایل است. که در قدیم وسایل کهنه و قدیمی بود، امروز پیشرفته تر است. مثلا اگر سابق دخترها را زنده به گور می کردن، امروز چون در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی اجازه نیست که یک کس اضافه از یک الی دو فرزند زیاد داشته باشه، بسیاری وقتها اونا معاینات تلویزیونی میکنن و دخترها را قبل از ولادت سقط جنین میکنن، یعنی نمیخوان که دخترک به دنیا بیاد. عین جاهلیت است، منتها با یک چهره جدید، با یک شکل جدید. خب قبل از آمدن پیامبر اسلام هم کسایی بودن که مثل ما و شما منتظر بودن که آخرین پیامبر بیاید. کسانی که منتظر موسی علیه السلام بودن، منتظر عیسی علیه السلام بودن و بالاخره منتظر محمد صلی الله علیه و سلم بودن، آیا با آمدن از او در صف از او قرار گرفتن یا بر ضد از او؟ تاریخ برای ما درس میده که تعصبی که در بین مردم ایجاد شده بود، قوم پرستی ها و نژاد پرستی ها و خودخواهی هایی که زیاد شده بود، این سبب شد که امو کسانی که دعوت میکردن مردم به ظهور پیغمبر اسلام کافر شدن. شما ببینید قبل از
آمدن پیامبر اسلام در مدینه منوره و مکه مکرمه و منطقه حجاز قبایل یهودی نبودن. به نام یهود در منطقه حجازی که امروز به نام عربستان سعودی میگن، اینجا قبایل یهودی، قوم یهود وجود نداشت. بعضی از قبایل یهودی مثل بنی قریظه، بنی قنیقا، خیبر و دیگر قبایل یهودی که شما خودتان دربارش معلومات دارین، یا از مناطق دیگه مهاجر شدن، آمدن در حجاز سکونت پذیرفتن. مردم از اینا پرسان کردن، که شما چرا اینجا آمدین؟ علتش چی هست؟ اونا گفتن والا ما اهل کتاب هستیم، ما مردم های متدین هستیم، شما مردم جاهل هستین، شما نمیفهمین، شما مشرک هستین، شما بت پرست هستین. شما در مدینه منوره وقتی که استقرار حاصل کردن، گفتن کسایی بودن که به اصطلاح گوستاو لوبون فرانسوی اینا سوسمار میخوردن، دخترها را زنده به گور میکردن، به خاطر دو اصل 40 سال میجنگیدن. گفت ما علما هستیم، علمای اهل کتاب هستیم، ما کتاب داریم، ما روایت ها داریم، ما آمدیم بر شما آخرین پیامبرانه چه قسم چهره داره، چه قسم صورت داره، عمرش چقدر است، در کجا ظهور میکنن. گفت کل ازی در کتاب های ما آمدن. خب مردم شنیدن که اینا عالم هستن، اینا دانشمند هستن، این علما و دانشمندا برای ما این خبر میتن و ما باید منتظر آمدن امدو آخرین شخصیت ها کی هست؟ گفتن کسی است که در آسمان نامش احمد است، در زمین نامش محمد است و به نام ستوده شده در کتاب های ما ذکر است. مردم یثرب، شما ما بیانیه نمیتونم معصرین عزیز، ما شما وقتی که اینجا میاییم، وقتی که بخاطر یک مناسبت میشینیم، باید بفهمیم که مشکل ما چی هست. آیا ما هم اتو نشه که ما هم مثل اون مردمای متعصب و قوم پرستی که منتظر پیغمبر بودن، با آمدن پیغمبر، پیغمبر فراموش کردن، ترک کردن؟ ما اتو نشم. عبدالله انصار میگن الها، شما اگر مناجات عبدالله انصار رو بخونید او چی میگن؟ الها، همه از تو ترسند و من از خود. الها، همه از تو ترسند و من از خود. وقت پرسان کردن که وا چی میگی؟ کفر میگی؟ همه از تو ترسند من از خود؟ گفت خدایا تو ذات عادل هستی، ذات مهربان هستی، ذات استی که از تو ظلم نفی، از ظلم نمی کنی. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. کسی که یک مثقال خیر کرده باشه او رو پاداشش می بینه، و کسی که یک مثقال بدی کرده باشه جزای از اون رو می بینه. پس خدایا تو ذات مهربان، عادل، ارحم الراحمین، ستار العیوب، همه از تو ترسن، ولی من از خود میترسم که نشه که رحمت تو که تقاضای عدالت میکنه به خاطر بدبختی خودم در زیر ترازوی عدالت تو پروردگار را گرفتار نشم. از عمل، از فکر و از اندیشه و از تعصب و از خودخواهی و از چوکی پرستی و از خارجی پرستی و از با بیگانه ها دست دادن، از این میترسم که نشه که سبا روز ما در روز قیامت با روی سیاه برایم. یهودی ها پیغام دادن که این پیغمبر می آید. مردم یثرب منتظر بودن که آخرین پیغمبر ها ظهور می کنن. چه قسم است؟ خدای عزوجل می آید که یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. یهودی ها نبود که پیغمبر را نمیشناختن، احیانا کفر از جهل می باشد، لیکن بعضی اوقات کفر از تعصب می باشد، کفر از خودخواهی ها می باشد،
کفر از خود پرستی ها می باشد، کفر از خود به خود مشغول شدن از این کفر سرچشمه می گیره. یعرفونه و مشناختن ایره، چی قسم مشناختن؟ حتی از اولادهای خود کده هم بهتر مشناختن. عبدالله ابن سلام یک عالم یهود بود، این مسلمان شد. یک صحابی مبارک میگه من از پیش ازی پرسان کردم که یا عبدالله آیا شما پیغمبر مشناختین؟ گفت ما پیغمبر از اولاد خود کده هم بیشتر مشناختیم. خب چرا آخی منکر شدن؟ چرا پیغمبر را نپذیرفتن؟ چرا کسانی که دیگرها را دعوت میکردن به آمدن پیغمبر، چرا امروز پیغمبر آمد آل با مخالف پیغمبر خیستن؟ این سوال انسان از خود بکنن و این درس باید از تاریخ بگیریم. نشه که من مثل از اونا شوم، نشه من دعوتگر حق بالاخره بر علیه حق استاد شوم. خب پیغمبر ظهور کرد، یهودی ها او را مشناختن، خوب سهی مشناختن، آنقدر او را دقیق مشناختن که حتی از اولادهای خود کده هم بیشتر. بالاخره چی شد؟ بالاخره ای دعوت از اینا که مردم دعوت میکردن به پذیرش آخرین پیامبران، نه به خاطر از این بود که اونا طرفدار حق بودن، بلکه علتشی بود که اونا مردم دعوت میکردن به طرف پیغمبر، در زیر کاسه نیم کاسه وجود داشت. پیغمبر ظهور کرد، علامات پیغمبر، مهر نبوت، شناخت پیغمبر، چهره پیغمبر، علامات در چهره پیغمبر، در حرکات پیغمبر، در کتابی که پیغمبر آورد، در کلام آسمانی، در کتابی که تایید میکرد تمام پیغمبران، کلش همه فهمیدن که این پیغمبر حق است. چرا منکر شدن؟ منکر به خاطر ازی شدن که روزی که اونا آمده بودن در اینجا خیمه زده بودن، بنی قریظه آمده بود، بنی قنیقه آمده بود، خیبر آمده بود، دیگر قبایل از اینا آمده بودن، وقتی که اینجا آمدن آل نوبت امتحان است، پیغمبر آمد. چرا منکر شدن؟ به خاطر ازی که اینا دعوت نمی کردن به خاطر پیغمبر، اینا دعوت می کردن به خاطر قوم خود فکر می کردن که آخرین پیغمبران از بنی اسرائیل است. وقتی که دیدن که آخرین پیغمبران از قوم از اینا از بنی اسرائیل نیست، از بنو اسماعیل است، در مقابل ازی قد علم کردن. حتی مشرکین قریش اینا آمدن پیش از اینا گفتن شما خو علما هستین، شما دانشمندا هستین، شما با ای عمامه و با ای قبا و با ای لباس و با ای شکلی که میگردین شما خو حق میفهمین. اینا چون تعصب داشتن بر مردم بتپرست گفتن که نخیر، محمد و آل محمد غلط هستن، کی راست هست؟ گفت بتپرستی شما خوبتر است. امروز ما منتظر هستیم، ما منتظر هستیم که مهدی موعود بیاید، ما منتظر ازی هستیم. اما یک سوال پیدا میشه پیش ما که اگر مهدی ظهور بکنه آیا مرا در لشکر خود خواهد گرفت؟ آیا مرا از جمله پیروان خود خواهد گرفت؟ مهدی میاید چی میکنه؟ هدفش چیست؟ آیا ما در پشت اشخاص بدویم فلانی شخص خوش دارم، فلانی شخص خوش دارم، فلانی شخص خوش دارم، و یا این اشخاص آمده بودن برای اهداف؟ تمام پیغمبرها هدف داشتند، آل بیت پیغمبر و صحابه پیغمبر هدف داشتند. اگر مهدی ظهور میکنه روی یک هدف ظهور میکنن، چی هدفش است؟ بفرماین از علما پرسان بکنین که مهدی وقت ظهور میکنن برای چی ظهور میکنن؟ وقتی که کل ما منتظر هستیم که عجل الله و فرجهو، کاش که زود برای، کاش که زود بیایه، لکن او تو نشه که وقتی که بیایه ما با هدف از او تکر بکنم. مهدی میایه ولی مشکل ما چی خواد بود؟ آیا من خواد پذیرفت یا مرا رد خواد کرد؟ اینجا انسان از خود سوال بکنه. وقتی او میایه چی خواد کرد؟ او بیرق لا اله الا الله را بالا میکنه، او صلیب مشکنانه، او صلیب مشکنانه،
صلیبیت از جهان محو میکنن. امروز در افغانستان آیا دعوت به صلیبیت نیست؟ آیا مؤسسات خارجی امروز بالفعل در قریه ها و مناطق ما و شما برای اطفال دعوت به مسیحیت نمیکنن؟ کل ما میبینیم. اگر ما میخواهیم که در لشکر مهدی داخل شویم، باید اثر از همین لحظه به هدف مهدی در حرکت شویم. من مؤسسه خارجی است، مرا معاش میتن، پول بسیار زیاد میتن. اگر اطفال ما را کلشان را دعوت کرد، نو پرابلم، خیر است، چیزی فرق نمیکنه. اگر مرا خودمان یک تک تک داد برای خارج و برای لندن رفتن، من هم میرم با خارجی ها قرار میشینم، یک جای حرکت میکنم. اگر بیرق کتمه گفت که شما صاحب امی بیرق صلیب بالا کنین، میکنم. بر زبانت حمد گویا در دلت پیدا سنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی شد؟ چی فایده میکنه که من نام شخص را بگیرم که وقت او ظهور بکنه از من متنفر شود؟ ما امروز خواهرای عزیز، برادرای عزیز، اگر ما حقیقتا پیرو مهدی هستیم و واقعا محبتی از او در قلب ما جای داره، باید راه از او را سر از زمین لحظه پیروی بکنیم. شاید 10 سال باد برای، شاید 20 سال باد، شاید 100 سال باد، شاید بعد از مرگ ما و تو، لیکن در روز قیامت آیا ما و تو اگر او را نبینیم در مقابل دو سر بلند خواد داشتیم او تو نشه که ما و تو بریم برش بگویم که من یا امام مهدی و بگه درش از بیرق من، برای از بیرق من، وزشو از زیر بیرق من. تو کسی نبودی که امرای مسیحی ها یک جای با یک برنامه سر یک میز میشیشتی و برنامه آی از اونا را تطبیق میکردی. امروز بسیاری از اولادا و اطفال شما خبر بگیرین در بسیاری از مکاتب بر ما پیام میه، از دختر در محصل پوانتون میگه که استاد 2 سال که من جنجال دارم، مسیحی ها از کوریا آمدن و مرا میگه که بیا دختر مسیحی شو. لیکن او دختر، دختر قهرمان است. او دختر، دختر است که مطالعه داره. او دختر است که دلایل رد مسیحیت هم میفهمد. او از کتاب خودشان برشان جواب میگه و برشان میگه 2 سال نتانستم که یک دختر مسلمان بیدین بسازم. این حال ما اگر میخواییم و ادعای ما حقیقی است و محبت ما حقیقتا با امام مهدی هست، کلگی هیچ کس در این اختلاف نداره که امام مهدی ظهور میکنه. اهل سنت هم به اتفاق داره، شیعه هم به اتفاق داره، هر مسلمانی که از به اتفاق داره و احادیثش هم آمده و کل ما به منتظر عزیزیم که شخص به نام مهدی منتظر بیایه و این مشکل جهانی رفع بکنه. لیکن اتو نشه که خدای ناخواسته، خدای ناخواسته. میگن یک قصه است، میگه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله یک عالم یهودی خوب سر یک شتر سوار است و بسیار لوکس و حرکت میکنه و برادره که بی سواد دارن. این برادر بی سوادش همین مهر شتر زیر همین تارکش گرفته، کش کش کرده طرف مدینه منوره میره. این عالم یهودی میره کت پیغمبر خدا مناظره بکنه که تو پیغمبر نیستی، تو ادعای دروغ میگی، الحیاذ بالله، تو کذاب هستی، تو چطور هستی، چنان هستی. امروز از اونجا بحث میکنن. آمد دنیم را میگه شطر از این پایش در کدام سنگ بند شد. یک دفعه این بیادر بی سواد حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دشنام داد. یک بار این برادر عالم برش گفت این لعنت خدا سر تو، تو پیغمبر خدا را دشنام میدی؟ این برادر جاهل گفت وا خود تو میگی که پیغمبر نیست، تو که توش مناظره میگیری، تو که جر بحث میگی تو پیغمبر نیستی، ترا قبول نداریم. و چطور مرا دشنام میدی؟ اگر امو نمی بود تو چرا قدر به تکلیف میشیدی؟ صاحب دای سرزی شطور سوار هستی و شکمم نام خدا شش تیر است و با این لباس باشی. گفت که نیست. گفت ای برادر، او پیغمبر خداست، او رسول خداست، او را من میشناسم از چیریش، از قواریش، از اعمالش، از کردارش، از کلش. او پیغمبر خداست. خیلی چرا تو علامه بزرگوار تو چرا نمیپذیری؟ گفت اگر ما او را بپذیرم، بازی قصری که برای مداده چطور میشه، بازی چوکی که برای مداده شده چطور میشه، این مقامی که برای مداده شده چطور میشه. اگر ما بگویم که پیغمبر است، باز ما کل چیزای ما، ماشا و امکانات و عایداتی که ما دارم، قصری که ما دارم، این همش از بین میره.
پس من مجبور هستم با گرفتن باطل و نگفتن حق مقام خود حفظ بکنم. بالاخره خواهرای عزیز، برادرای محترم چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه وقتی که برادر جاهل به مدینه منوره میرسه، مجردی که به مدینه منوره میرسه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ما که میبینه روبرو میبینش، میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اینی جاهل مسلمان میشن و او برادر عالم مناظره و گپ و گفتگو، چون در فکرش پیسه است و امکانات است و چوکی است و قدرت است، بالاخره این برادر عالم کافر از دنیا میره. علم اگر در دل زند یاری شود، علم اگر در سر زند ماری شود. ایناله ما و شما وظیفه ما چی هست؟ مکلفیت ما چی هست؟ اگر ما خوش داریم امام مهدی را چی باید بکنیم؟ اگر مهدی را خوش داریم باید اونمو قسم که بیرق مهدی را میخواست بلند بکنه، بیرق لا اله الا الله، ما به خاطر بلند کردن لا اله الا الله مبارزه بکنیم. امام مهدی مال کدام قوم، مال کدام مملکت، مربوط به کدام طایفه خاص نیست، مربوط به امت اسلام است. او قرآن در دنیا نشر میکنه، نه کتاب شخصی کسی را. او جانشین پیغمبر است، او میر راه پیغمبر را برای مردم نشان میده، نه از کدام طایفه خاصه را. اگر ما میخواییم که در قطار از او قرار بگیریم، باید راه از او را، هدف از او را مبارزه بکنیم بر علیه مسیحی ها. کسانی که اولادهای ما را از طریق مؤسسات و مکاتب و شفاخانه ها و یا میخواییم گمراه بسازن، میبرن یک خلتگک دو کیلو لوبیا میتن که یک دو کیلو گک برنج، یک انسان بی سوادی که در یک کو در یک جای زندگی میکنه که او را چندین سال تیاره های روسی بمبارد کرد، حال تیاره های امریکایی ها بمبارد میکنن و با تمام روز بیچاره از علم، سواد، مکتب، از همه چیز محروم هستن، برزو میره میگن که این دو کیلو برنج خبر تو مهدی آورده، چیز آورده، عیسی آورده، تو یا ایواز یا الله یا عیسی بگو، ایواز یا الله عیسی بچه خدا هست، برو پیروی از بچه خدا بکن و به این شکل اونا مردم حکمران میکنن. خلاصه گپای خود من خلاصه میکنم به خاطر از اینکه وقتم کم است، خلاص است. فقط ما اگر حقیقتا با اخلاص پیرو حقیقی امام مهدی هستیم که ان شاء الله تعالی ظهور خواهد کرد و ما واقعا او را دوست داریم و میخواهیم که در راه از او در حرکت بکنیم، بر علیه مسیحیت، بر علیه نشر بی خدایی و ای که حضرت عیسی را میگن بچه خدا هست، بر علیه از این مبارزه بکنیم، مطالعه بکنیم و مردم خدا در قریه ها و قبایل خود، از کابل وقتی که رفتیم به ولایات خود، مردم خدا، خواهرای خدا، برادرای خدا، مادر خدا، پدر خدا، اهل قریه خدا، از این با خبر بسازیم، برای مردم برسانیم که ما مسلمان هستیم، ما موحد هستیم، ما یکتا پرست هستیم. هیچ وقت مردم مسلمان به غیر از یک تعداد فروخته شده هایی که مسیحیت قبول میکنن، دیگران مسیحیت قبول کرده نمیتونن. این عقیده شرکی کفری که عیسی علیه السلام بچه خدا میگن، بین بر علیه از این مبارزه بکنیم و امو هدفی را که امام مهدی ان شاء الله تعالی به خاطر از او ظهور میکنه، امو را سر از میال ما و شما عملا تطبیق بکنیم که اگر آمد دید میگه این اینا کسایی هستن که به مو هدف ما، این اینا لشکر اساسی ما هستن، و اگر ندیدیمشان ان شاء الله در روز آخرت با گردن بلند در مقابل از او ایستاد میشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريد.